نه امی را جواب دادم این نمی بوده این حال ما امی اخلاقیات قرآن اخلاقیات قرآن به نظر ما زیر تاثیر اخلاقیات زردشت نیست اما تشابه وجود داره در اخلاقیات انسان ها در تمام انسان ها و در قسمت از این که گفتین اخلاقیات اسلام که در اسلام یا در قرآن آمده بلندترین است ما فکر میکنم که در قسمت از این نظر به زمان و مکان میتونه که چیزا تغییر بکنه و فکر میکنم که گپ شما در این قسمت شاید بسیار درست و دقیق نباشه در قسمت احادیث که گفتین ما در قسمت حدیث پیشتر تشریح کردم و فکر نمیکنم که دیگه گنجایش داشته باشه زیاد تشکر بیننده عزیز بری خط هستین خواهش میکنم بفرمایین سلام علیکم خواهی باشم سلام برادر عزیز گل من از کجا زنگ میزنین خود معرفی کنین سوالتان از آقای عیار از جرمنی سرور وردک او آقای وردک خوب هستین بفرمایین شکر الحمدلله برادرمون پیشتر درباره احادیث گفته نه. احادیث پیغمبر خدا چون خود برادر ما میدانن که خود خدا جدا میگه اطیع الله و اطیع الرسول اگر ما خدا اینا خواسته انکار حدیث کنیم یعنی انکار قرآن کردیم انکار خدا کردیم شما خودتان میدانین که خدا میگه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ یعنی خدا میگه که اگر شما جای مشکل داشتین اشتباه میکنین با خدا و سنت رجوع کنین چرا فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ چون از روی قرآن احادیث پیغمبر خدا همه مسلمان ها به این متفق هستند که کسی حدیث قبول نکنن کافر با خداست با خدا تشکر آقای وردن مایرا بسیار خوب یک سوال تشریح باید کنم بله بفرمایید هموطن عزیزم یک غلط فهمی دمیجه شده وقتی که شما میگین اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم خداوند در بالاست شما کدام چیز را از خداوند پرسان کردین تخت تخت کردین کدام دروازه را که خدا سر ما انتیا کار میکنین شما چی میگین نکدین نه و کجا مراجعه میکنین به یک کتاب که برای ما و شما مسلمان ها داده یک عیسوی به کتاب ما مراجعه نمیکنه یک موسوی به کتاب خود مگه ما به او کتاب مراجعه میکنیم که قرآن پاک است پیغمبر ما امروز در اینجا نیست یک تعداد قصای ساختگی موجوده اگر ما میگم که از حدیث پیروی نکنیم مانایش این نیست که ما خواهی از قرآن پیروی نمی کنیم چرا؟ پیروی از قرآن پیروی از پیغمبر است شما سرچپش میگین شما میگین اگر از پیغمبر پیروی نمی کنی از قرآن هم پیروی نمی کنی ما میگم اگر از قرآن پیروی میکنی از حدیث پیروی کدی چون حدیث پیغمبر چی است؟ قرآن پاک است پیغمبر از خود حدیث نداشت پیغمبر بعد از بعثت خود از یک کتاب پیروی میکرد و او کتاب قرآن پاک بود ما امیر یک کم باید تشریح کنم شما این حال وقتی که از قرآن پیروی میکنین حدیث پیغمبر قرآن است عملا هم اگه شما سعی کنین قرآن از کجا شنیدین چطور نوشته شد از زبان پیغمبر شنیده شد پس حدیث پیغمبر آمه از غیر مستقیم این حالش سعی کنین وقتی که شما قرآن پیروی کردین در واقع حدیث پیغمبر آم پیروی کردین سنت پیغمبر آم بزرگترین سنت پیغمبر پیروی از قرآن بود شما سرچپش میگین میگین اگر تو پیغمبر پیروی نمی کنی از قرآن آم پیروی ما میگم از پیغمبر به خاطر ما پیروی نمیتانم که دقاتی احادیث احادیث غلط پایزن گد کردن زهر انداختن من نمیفهم کدامش از پیغمبر است یا نیست اما چون پیغمبر ما از یک کتاب پیروی میکرد و مجبور بود که پیروی کنه و به اساس از او کتاب پیغمبر شده بود و او کتاب قرآن پاک است پس تو اگر از این کتاب پیروی میکنی از حدیث درست پیغمبر حدیث مستحب و ضعیف و اینا دیگه نداره از احادیث درست شام چون او از این کتاب پیروی کرده پیغمبر ما پیروی که از قرآن تا پیروی کرده باشی از حدیث تا باشی
اهل سنت که از بزرگترین سنت پیغمبر که قرآن پاک است، پیروی از قرآن پاک است، پیروی کرده باشه. توی شما اینی را نمیگین، شما سرچپش میگین و دو رقم ما دچار مشکلات هستیم. جهان اسلام به اساس قرآنی مشکلات ها را نداره امروز، به اساس احادیث مصحب و ضعیف و غیره و غیره داره. ما آقای عیار وقتی وحی میامد بر حضرت پیغمبر، بله، ایت خونه بود که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میامد به اصحاب خود یا دور بر حضرت محمد، هر کسی می بودم این حدیث میگو باز حضرت محمد رو چپ خلاص دیگه، خلاص بود. در پشت سر از او حضرت محمد صحبت های دیگه هم شاید میکرد، یا آف کورس که میکرد. به طور مثال، مثلا یک نفر نوشته کرده یک کتاب برای یک کلاس اقتصاد به یونیورسیتی، مثلا به یکی از این یونیورسیتی ها، اما کتاب کمانه ازی نمیده که مثلا یک استاد میایی و تشریح میکنن که اینی کتاب که مثلا در تاریخ که ما شما در مکتب بودیم یک معلم تاریخ داشتیم، مثلا مکتب معلم انگلیسی داشتیم، معلم دنیات داشتیم، مگر حضرت محمد وقتی قرآن عظیمشان برش میامد وای بعد از خود نمیشد که بگه او بر ازی که شما میگین بسیار معذرت میخوایم، ای هم چندین بار شوی داشته که حضرت محمد سواد نداشت. حضرت محمد اگر سوادم نداشت یک نابغه بود و ای که قرآن عظیمشان میامد یقینا که در پشت سر از این تشریحات میکرد که بازمون تشریحات بود به نام احادیث میگن. ای که بعضی چیزایی که زیاد شده مثل دختر 4 ساله رو ای کارکو و سنتکو ای گپا او رو یک طرف میمانیم، مگر در احادیث بسیاری چیزاییست که واو که آدم اصلا او رو باید اول قرآن عظیمشان بعد از او احادیث پیغمبر است. شما اگر بسیار خوب زدین گفتین مثلا یک استاد دانشگاه است یک کتاب نشته کده، شما از او کتاب فرا میگیرین میاموزین، در پالوی از این فکر کنین که امی نفر یک تعداد شاگردا از جلسات خصوصیش یک تعداد یادداشت ها کردن، بله، و این یادداشت های مهمه یا روی هم میگذارن یک کتاب میکنن، و این آقا که یک آدم بسیار متبحر است و در این رشته بسیار میفهمه، این آقا این کتاب دومش که شاگردایش نوشته میکنن هم با ارزش است. نه؟ یعنی ما به شما ایره نه شما... نه خب شما نمیتونیم رو با این مقایسه کنیم، برای اینکه وقتی که یک کتاب برای یک یونیورسیتی برای شاگردان نوشته میشه با شاگردان نمیتونه که از لکچر از امی پروفسور خود به یک کتاب دیگه نوشته کنه، اون کتاب خب به نام از او ثبت است، اینا لو آدمی که میاد تشریح میکنه اون کتاب، اما کتاب یک از دیگه نوشته کرده با پروفسور، اما چرا یک نفر دیگه بیاد نوشته های خود یک کتاب دیگه بسازه؟ شما منظورتون نه امی سوالی که شما پیشتر کردین گفتین که یک استاد است که مثلا یک کتاب نشته کرده، در پالوی از این بعض گپای دیگه زده، تناخ یک کتاب نداشته یک آدمی که استاد دانشگاه باشه، تشریح داده، بله، اینالی تشریح میکنه در یک جای دیگه، اینالی شما از این نوت میکنین. این گپ شما بسیار یک گپ درست و معقول است، من در هیچ مخالفت نمیتونم داشته باشم. قرآن پاک توسط یک خالق یکتا برای ما رایی شده، توسط یک پیغمبر. اینال خداوند بزرگ در قرآن پاک، مثلا من که میگم پیغمبر ما سواد نداشت، یه از روی گپ من نیست. اگر هر کس قرآن قایده امو دو آقایی که در اول و امو خانمه که در اول زنگ زد و گفت که من 4 دفعه 6 دفعه خوانده میره خوانده باشه، این متوجه میشه که خداوند بزرگ برای پیغمبر ما یا پیغمبر ما را با ما چطور تشریح کرده. وقتی که در قرآن پاک تشریح میشه که پیغمبر تو با مردم بگو که من جز بشر بیش نیستم، اینمی قدرت اینمی توانمندی از پیغمبر گرفته میشه که ما پشت حدیث بدهیم. دیگه ای که وقتی که گفته میشه که پیغمبر ما بی سواد است، وقتی که در قرآن پاک آیات اکس که اگر ما بگویم بسیاری هایی که قرآن نفهمیده ورخطا میشن کفر میگن، اگر ما نگویم که اینی آیت قرآن یا میگن کفره. به طور مثال پیغمبر در ای که امی قرآن پاک که برش آمده، آیا امی گپ هایی که جبرائیل می آید برش میگه امی درست است یا نه؟ پیغمبر در این شک میکنند، یعنی در بعثت خود گاگاه پیغمبر شک میکنند. پیغمبر ما اون مردی که ما فکر میکنیم نیست، یک انسان مثل ماست که مگر خداوند بزرگ خواستش که پیغمبر باشه. این یک موقف علایده است، این را ما
من عیس امت پیغمبر باید در نظر بگیریم. اما از دید قرآن، وقتی که قرآن پاک، در قرآن پاک خداوند بزرگ می فرماید که پیغمبر اینمی کتاب را که ما به تو رایی کدیم یا میگه پای که به تو مفرستم، تو دهی شک نکو، ما پیش از تو هم پیغمبرها داشتیم، اگر تو شک داری که امیر ما رایی کردیم، برو از اهل کتاب پرسان کو، یعنی از امی جوش و کرسچنه که ما کافر میگیم. اینال دهی ای حالت وقتی که پیغمبر میبینی و بارا در قرآن پاک آمده که پیغمبر تو شک نکو، تو از منافقین پیروی نکو، تو شک وقتی که میگی نکو، اینال قرآن از پیغمبر خداوند اینمی موقف میگیره، حذف میکنه که پیغمبر در موقف باشه که از خود برای ما تشریعات بده جز قرآن. بله، اینمی صحبت را که شما میکنین، ما چند نفر از من نمیگم شما طرز تفکر جهود دارم، بله، مگر ما یک چند نفر از دوستای یهود دارم که عین اینمی مفکوره رو دارن و میگن که میگن که خداوند حضرت موسی را روان کرد که پیام خدا را برسانه. بله، that's it، دیگه چیز نی. شما که میگین در قرآن شریف نوشته شده که فقط پیام مرا میرسانید، نه؟ اما پیام مرا میرسانید بعد از دیگه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم تو سمون بکمن منتظر پیام دیگه پروردگار میشد، یعنی کاملاً وقت نه. خب شما از روی چی میگین؟ نه، ما از روی چی میگم؟ ما ادخل یک نه نبودی، نه؟ اما از روی چی میگین؟ نه من، نه شما و نه اینا، قرآن پاک. ما ادخل یک ده برنامه در مورد ازمی دارم. مثلا ما وقتی که میایم تشریح میکنم یک موضوع را، مثلا ما موضوع نماز امینا میگفتن که خیتو به نظر میگم مثلا مسئله گپ بزنیم، موضوع اینمی مسئله بودن از اینمی مسئله را شما برین در چی ببینین، how to defend اسلام، معجزات پیغمبر، حداقل دو تاش که میره قدر فکر میگرده اینمی علی برین در یوتیوب معجزات پیغمبر. به نظر شما حضرت موسی و حضرت عیسی اینا بی سواد بدن یا با سواد بدن؟ در قسمت ما هر چیزی که میگم از قرآن پاک میگم. در قرآن پاک در مورد باسواد بودن حضرت موسی گفته فکر میکنم نشده، در قسمت حضرت عیسی به صراحت گفته شده جزو معجزات حضرت عیسی قدرت خوانش ازی در گهواره بود. که تورات انجیل در گهواره میتونست بخونه، در گهواره میتونست گپ بزنه و وقتی که حضرت مریم میاره حضرت عیسی را در خانه، تمام فامیلش شک میکنن و کلمه زشت فاحشه را ببخشین استفاده میکنن. حضرت مریم میگن نه شما اشتباه میکنین و بعد از او روی به حضرت عیسی میکنه که بگو، آیات قرآن است. این حال ما هیچ قصه را قبول نمیکنم، مگه یک قصه قرآن است؟ مگر یعنی قصه در قرآن شریف است؟ کلگی از اینا ما هر چیزی که میگم، مثلا در قسمت امی باسواد بودن پیغمبر، در قسمت مثلا که شما در اسلام هیچ وقت گفته نمیتونین که پیغمبر ات یک شک کرد، وقتی که مگری که در قرآن باشه، وقتی که در قرآن ات یک آیت است که پیغمبر تو دی گپ شک نکو که ما برای تو رایی میکنم که قرآن پاکه، ما در گذشتان پیغمبرها و کتابا رایی کردیم، اگر میخوایی برو از اهل کتاب که پیش از اسلام اهل کتاب جوش و کریسچن است پرسان کو، یعنی مانایش ایست که پیغمبر در عموم موقفی که ما فکر میکنیم که اینمی آقای ستار سیرت میگه که یعنی مشاور، مثل از اینکه مشاور خداوند بوده باشه، نیست. پیغمبر به مقایسه خداوند، پس چرا خداوند پیغمبر اینقدر نفر در اون زمان بود پیغمبر انتخاب کرد؟ چرا انتخاب کرد؟ خب به اینمی اینقدر پیغمبر دوست داشت که همون مشاورش هر چیزی چه گویم میتونه باشه. اینمی بزرگترین گناه در اسلام شرک است. اگر شما هر چیز را در کنار خداوند قرار بتین و هر نوشته را در کنار نوشته خداوند که برای ما مسلمان ها قرآن پاک است قرار بتین، شما به شرک روی میارین و بزرگترین گناه
بزرگترین گناه نظر به آیات قرآن شرک است. و شرک ما مسلمان ها فکر میکنیم نمیکنیم که شرک چی است. ما فکر میکنیم که اگر پیغمبر ما را هرچی که بالا ببریم ما خود مشرک نمیشیم، ما خود یک گپ خوب زدیم. در اسلام یک چیزی که در قرآن صراحت داره، اگر از او بالا ببری اگر از او پایین بیاری غلط میکنی، گناه میکنی، در بعض موارد مشرک میشی. بفرمایید. با خدا چی کنیم به نظر نتیجه نه نتیجه نمیرسیم برای بیننده عزیز. برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز، از کجا زنگ میزنید؟ خدا معرفی کنین. سلامت باشین. سید محمد هستم از شهر لندن با شما تماس میگیرم. بفرمایید. ما یک سوال از شما داریم، خدا کنه که تلفن ما قطع نکنین و از کی داشتم برای شما نمیذارم. از کی سوال دارین؟ از کی؟ از شخص سلام ما زیر پایین باید بگیریم. ما یک سوال دارم، شما که نشستین گپ از دین اسلام و قرآن میزنین، اصلا یک سوال ما اینه است که انصاف عورت یک زن که یک زن مسلمان است چی است؟ اوکی، این مول جواب ازیره می جواب ازی آقا رو میتون باید شما جواب بدین. امی خودت که تلویزیونت میگیری و فرق بین ما و تو، خداوند فرق بین ما و تو ناورده. امی که تلویزیون میبینی و طرف موی مسعی میکنی و طرف روی مسعی میکنی، اول خودت راجع به خود بگو که خودت در این مسئله چی فکر میکنی. برای مردم گفته که حق نداری، که طرف حق نداری این طرف یک زن نامحرم سعی کنی. این هم ای سوال اولت. دومی که ای مسلمانی به این خونه است که من یک دانه چادر بپوشم و بیایم تو را فریب بتم برادر، که من از خاطر تو بیایم چادر بپوشم. من از خاطر تو چادر نمیپوشم که با قلبم دروغ یک آدم باشم که از این استیدیو برامدم چادر او طرف بندازم و با پیرانای منی جوب در سر سرک برایم. اما وقت که آمدم در پیشروی مقابل ازی کم نه، من بر پیشروی تو چادر باشم، این فریب من بر توی نمیدم. من موضوع من با خدایم است، این که خداوند در روز آخرت من از خاطر از این که چادر نمی پوشم در مابین دوزخ من می سوزم، به تو چی مربوط است؟ این حال آقای ایار شما در این مسئله چادر همین های قدر چادر میگن، امی شما چی میگن؟ ما فکر میکنم کمی عین سواله. ما از خانم سیمین عمر و تمام دوستاشان برای ماها کردم جواب ندادن. اگر شما از سطر عورت اسلامی گپ میزنین، شما میفهمین که در آیات قرآن پاک چی گفته شده. ولی اگر در جامعه امروز ببینین اینمی کسایی را که شما سپورت میکنین، به احتمال اغلب که یکیش خاله سیمین عمر است که میایه در اینمی تلویزیون میشینه و یک چادر هم در دور خود حلقه میته. اما شما دیدین کالاگک های چسب، شما دیدین تمام بیرون برآمدگی ها و ما در سر از یک برنامه داشتن در چند روز و آیات قرآن هم خود سیمین عمر خان گفت که خداوند بزرگ گفته که باید یک رقم دلپذیر گپ نزنین که در کلی مردا یک فکر خراب تیر نشه. ایناله اونمو خواهر ایره که مسلمان میگه ابوبکر، مسلمان میگه آقای ستار سیرت غیره و غیره، میایه در تلویزیون میشینه و هیچ آقای برش زنگ نمیزنه که توی نمی حق نداری. تفاوت بین سیمین عمر و خانم سجاد اینمیجا هیچ چیز نیست. شاید یک آدمی که اسلام نمیفهمه بگه اما او خود چادر میپوشه، اما او هیچ مانا نداره. تفاوت خانم سجیه و تفاوت خانم سیمین عمر اگر از دید قرآن ببینین هیچ وجود نداره. اما مسلمان ها همیشه کوشش میکنیم که یک نفر که آمده برادر میگه و یک فکر میکنی اسلام دفاع میکنه، از اوی سوال نمیکنیم. چند نفر شما آمدین از خانم سیمین عمر همی سوال کردین، چرا ما امیر جواب نداد؟ اما در برنامه پیشتر خود سر که در مورد زن، روز زن میگرفت، شما دیدن که سر خانم هایی که خواننده هستن تاخت و تاز میکرد و اینمی آیت قرآن استفاده میکرد که صدایت دلپذیر نساز. صدا تنها دلپذیر نیست، آیت پیشتری است که از پشت پرده گبده. اما سیمین عمر او را در مورد خود مد نظر نمیگیره، شما مد نظر نمیگیره. دیشب هم در این مسئله همین موضوعی که شما یاد کردین که به مقابل آوازخانی و به مقابل آوازخانای زن اینقدر حساسیت داره، اما با یک آوازخان مرد باز مصاحبه فکر میکنم کرده بود. دیشب در این مجلس بودن در سر این مسئله تفصیل میکنم. ما همون برنامه ما هستم، ما در برنامه خودم میره آوردم که با یک آقا ما آورده بود. دیشب در این برنامه همین مسئله یاد شد، پروگرام شما یاد شد، باز گفتن که
اگر یک زنی که در مابین برنامه، من نمیخوایم که مسئله سیمی و مرد در برنامه ما بیایه یا دیگه برنامه سازا، منتها امی بعضی از هموطنایی که زنگ میزنن حق قضیر ندارن که بگه چرا چادر میپوشی یا چرا چادر، اینمی حق، اینمی آدم نداره که برام تلفن کنه برام میگرد بزنه. سجاد جان هر چیز در دنیا مقایسوی است، هر چیز. به این خاطر اگر شما در مورد سجاد جان گپ میزنین، مقایسه کنین با کسایی که خود دامان پاک اسلام میخواین بپوشن یا دامن پاک اسلامی میخواین نمونه بتن، از اول از اوجه شروع کنین، اونا را گم کنین. خب اینال اگه او کار کردین چی شد؟ خونم او حکومت طالبان میشه که شما در کابل اینمی گنگ زایر دارید. شما که گفتم ببخشین ما منظورم از شما نیست، چون نمیفهم که شما چی رقمی طرز تفکر دارین، اما می سوال شما این مقایسوی است. شما با ما بگوین که یک روز از چی سوال کرده بودین از سیمین عمر؟ میفهمین آقای عیار، یک دلیل که هموطنا اقدر بیشتر شما استادش هستن و اقدر شما رو دوست دارن، من دیشب دیدم در مابین امی نیویورک دالی که یک رقم درد دور براتان میگشتن، به خاطر چیز؟ به خاطر از اینکه یک آدم متعصبی که در اون طرف دنیا نشسته و برام میگه که تو چرا آرایش کردی یا چادر نپوشیدی اومدی، و شما اینو میرین میارین میایین و با توسط قرآن عظیم شان میمانین اینو میری ثبوت میکنین که همچی چیز در مابین سعیز گفته، خداوند گفته باید ما ستر داشته باشیم، که ما ستر داریم نه؟ بله. اما در قسمت از این که باید چادر، ما خود نشنیدیم، ما خودم خواندیم قرآن عظیم شانه، اما یک آدم حق قضیه نداره که همچی صحبت نه. خانم سجاد، اگر ما بریم به دید قرآن زندگی خود را بسازیم، در قرآن پاک گفته شده که بازی ها نگوین که شفیع یاری را نمیفهمید، و ما در سر از در برنامه خود به اندازه گپ زیم، در ایجه دیگر سرش گپ نمیزنم. اما در این دنیا بسیاری چیزا مقایسه است. در دنیا هیچ چیز مطلق نیست، نظر به قرآن پاک هم هیچ چیز مطلق نیست. حرام مطلق در اسلام به استثنای شرک به خداوند دیگه وجود نداره. گوشت خوب حرام است، در یک حالت دیگه حلال است. برادر عزیز گل، ما با یکی زنگ دادیم، من بسیار زیاد هستم تشکر میکنم، لطف کردین، مهربانی کردین، اما در سی از این که بحث میکنیم شما از ما سوال کردین، من هم جواب به شما دادم که هیچ هدف دیگه نبود. احترام به بیننده عزیز ما دارم، به هر گوشه و کنار دنیا کسین دوستتانم دارم، که وقتی شما از ما سوال میکنین ما مجبور هستم که ما هم جواب بر شما بگویم. باز هم از برادر عزیز گل که یک نفر از کانادا اسپانسر کردن، نام خدا نگفتن، نامشان نیست، از مونتریال اسپانسر کردیم، یک دنیا تشکر میکنم. باز هم از شما امیر شما بخوانیم که به زبان شما معقولتر خوبتر میه. خانم سجام آیسته آیسته چی میکنه چند دفت؟ دوباره سپاسگزار هستیم از خانم نازنین بگویم، نازنین عظیم از شیکاگو، که یک ساعت بله بله خب ما پیسر کلگی ما خوش داریم. خانم زیبا از شما بسیار سپاسگزار هستم، یک ساعت برنامه خانم سجره شما چی کردین، اسپانسر شدین. خانم جمیله رحیم از شما خانم عزیز و زیبا بسیار سپاسگزار هستم، سی رقی برنامه را. آقای امید تشکر از شما برادر گالم از لندن که شما سی دقیقه برنامه را اسپانسر شدید. یکی از یک برادر، یک هموطن ما از مونتریال، نام خدا نگفتن. و از آقای بنام عزیز سپاسگزار است که یک ساعت نیم ساعت اسپانسر کردن. ما تا ساعت دو نیم آقای عیار میریم، به خاطر اینکه بعد از دو نیم برنامه زنده تلویزیون شروع میشه و نمیتونیم زیادتر، اگر اینا نمیبودن برنامه اما یکم زیاد از برنامه خوام. اگر خیلی بسته دیشب هم بسیار خسته معلوم میشدین، آل خسته معلوم نمیشین، اگر یک گلاس چای برتون بسازن. نه نه نه، آل سیستم همی آب خوب هستین، نوشیده خود از سرپاین گرسنه نشدین. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکن بفرمایین. خواهر نهایت گرامی، سجاد جان گرامی، ما از خود اولا تشکر و سپاسگزاری میکنم. خواهر نهایت گرامی، در حقیقت چیز نشه، مایس نشه، اینایی که زنگ میزنن بعد با پاکستان برای زندگی کنن. تشکر آقای خراسانی، بفرمایید شما. ایف نام لندن، با تاسف که با این مغزای پوسیده آقای خراسانی دفاع نکنین، من از خود دفاع کردم، تشکر از من دفاع نکنین، بفرمایید شما صحبت تا نکنین. من درود میفرستم با شفیع عیار، مردی فلسفه، مردی دانش، مرد قهرمان، مردی انسانیت و بشریت، روی تا میبوسم، او مرد بزرگوار، قلبی پاکی،
مرد فلسفه واقعاً که افتخاری ما هستی به عنوان از اینکه ما مغزای پوسیده و تاسیده و گنده یخزده از اینا را باید بیرون کنیم، تفکر تکنولوژی و ساینس و ریاضی و شرسازی و سرکسازی، تئورسازی، تکنیکسازی ما در جامعه تقدیم کنیم. با این عرفای کوچگی و بازاری از اینا، نه اینا ادویه اختراع کردن، نه کاغذ، نه باسکل، نه خدمات را بر جامعه تقدیم کردن. مکتبای جادوگری و دیوبندی جز جفنگویی دیگر کار با مردم ما انجام ندادن. طوری مثال ما تیموری لنگ داریم، قاری قرآن. مثال ببینیم شما تاریخ مکمل خواندین. این کسی بود که تقریبا 28 میلیون انسان در سرزمین خراسان قتل عام کرد. چقدر میکشتن؟ 28 میلیون انسان. شما میتونید تاریخ ببینید بخوانید این جنایتکار قاری قرآن بود و تسبیح و جانماش هم در گادیش بار بود، در آبش بار بود. 28 میلیون انسان اومد در سرزمین خراسان، افغانستان و ایران، در این سرزمین ها و پاکستان قتل عام کرد. ابن سفیان ابو غریبه، ابو غریبه جنایتکار، ابن سفیان جنایتکار تروریست. باز برشان بگم با این کسای بعد بشنان صدای مرا، من خراسانی هستم، من هیچ وقت من روی تاریخ صحبت میکنم، گفای هوایی چلندیات نمیگم. ببینین در قرن دوی اسلام 200,000 دختر جوان ما از سمرقند و بخارا آوردن در مدینه برده فروشی کردن. جنایتی را که در حق این سرزمین ها اینا کردن، تن بدن تاریخ افغانستان، تن بدن خراسان، ایران، پاکستان، تا سرحد هندوستان، امی سلطان محمود غزنوی جنایتکار تروریست نام گرفتن، کاملا تن بدن تاریخ جهان امروز میلرزه. ای به حال ما که ما نفهم تا چه وقت دچار میشیم. موسیقی حرام است، روزی زن حرام است، ببینیم نوروز حرام است، ای حرام است، ای حرام است. اینها با این ریشهای پشمکیشان و با این دندانهای زنگ زدگیشان میتونن در جامعه با ما چیزی بسازن. امریکا کافر است، بدین است، این نفهمی نامسلمان است. چی خدمات را این طالب جنایتکاری وحشی درنده و این اسلامی و این جمعیت اسلامیش و فلان و سیاف و این هان هم در افغانستان این تکیدارای دین دیو مکتبای دیوبندی ما چی خدمات را بر جامعه افغانستان آقای آقای خراسانی قن بسیار گفتین بس نیست؟ امی آقای عیار بیچاره مرد فلسفه را بسیار یک خلاص میکرم سجای خاری گرامی. ژاپن بر کجا رسید؟ کوریا در کجا رسید؟ امریکا کجا رسید؟ جرمن بر کجا رسید؟ تا چه وقت ما جفن بگویم؟ تا چه قدر وقت؟ تا چه وقت خونی هم وطنی ما بریزد؟ تا چه وقت زنهای ما توانی تقییر و توین شود؟ تا چه وقت ما در جنبال این مزخرفات روان است؟ تشکر آقای خراسانی عزیز دل تشکر. نه آقای خراسانی خندگه با کمال تعصب بسیار گفتین مرد فلسفه و مرد قهرمان، مرد بزرگوارم که بپاریم از اینام خسته میشه. بیننده عزیز، من تا زمانی که ضرر یک آدم بر من نرسه، من به او آدم بسیار احترام میداشته باشم. ای که نظریات ما فرق میداشته باشه، او مهم نیست. مثلا من نظریات من شاید بسیاری صحبتهای آقای عیار من موافق من باشم، یا با دکتر صاحب یونس یا آقاسی یا مثلا دکتر صاحب سیرت یا مجددی صاحب اینا، منطور مانا از این نمیده که من با اینا دشمنی دارم، اما اگر ضررشان بر من برسن بازه با جانشان نه این دیگه بازم بر من بیهمیت میشن. این یک موضوع است. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. سلام، شایسته جویان هستم. بله شوی ساجی جان. بله بله برنامه ما است، ساجی هستم. شما بری سلام ساجی جان و همچنان سلام میگم به آقای شبیه‌یار. بسیار خوشحال هستم که آقای شبیه‌یار در برنامه شما میبینم. شما از کجا زنگ زدین خودم معرفی کنین؟ من جاوید هستم از شیکاگو، هم با شما به تماس شدم. آ جاوید جان بفرمایید. بله و ما میخواستم بگویم پیشتر شما یک سوال کردین از آقای شبیه‌یار که میتونن بر شما یک چیز حدیثی را بگویند که و نه میگن چی کار کنم دیگه، خب هر چی گفتم نه. من یکی میخواستم بگم که البته ما در رسانه ها شنیدم بسیار زیاد که در این روزا در سر از این بسیار یک بحث گرم وجود داره. بله. حدیث به نام حدیث حجت الوداع است که این حدیث البته در قانون اساسی مصر داخل میشه که محمد مرسی وهابی که انقلاب مردم مصر از پیشون دزدی کرد، این میخواه این حدیث را به قانون اساسی داخل کنه. یه حدیث طور است که وقتی یکی از خانم های حضرت محمد وفات کرد، حضرت محمد بالای قبر از او که هنوز باز بود یک تکر انداخت و رفت با خانم مرده خود همبستر شد. آنو خواهش میکنم ایسا مگه این چیزا هست؟ نه آه یعنی ما نمیتونیم، یعنی یه حدیث قذشت است که حتی ما شنیده نمیتونیم. بینیدی عزیز بسیار زیاد تشکر. شما خوندین نمیره؟
اینمی هست در جهان اسلام. با ما گفتم که اگر ما یک برنامه سر حدیث بسازم باید بگیرین شما باید میگرفتین از عرق شرم میسوزن. ما یک چیز دیگر هم میخوایم که خدمت بیننده عرض کنم، کسایی که دشمنی با اسلام دارن واقعا، مثلا بسیاری آقای عیار شما میفهمید بسیاری افغان ها کریستیان شدن و اینا آنقدر با مقابل دین اسلام یک دشمنی رو پیدا کردن که اینا میتونن هر کدام از اینا زنگ بزنن یک چیز با مقابل پیغمبر اسلام بگوین، یا به او خاطر مبصری صحبت ها رو تا خودم با چشمم نبینم و نخوانم که در کتاب بخاری صحیح بخاری شما نصیب صحیح بخاری یا هر کتابی که باشه تا خودم با چشمم نخوانم ما قبول نمی کنم. از هموطنای عزیزی که همچنین صحبتایی رو که در برنامه میخواین زنگ بزنین بگو خواهش میکنم برای ما نگوین، برای ما کتاب روان کنین، سند روان کنین. خب ما با سند شما یک برنامه میداشته باشین همه راجع به احادیث. بیننده عزیز برای خط هستین، خواهش میکنم بفرمایین. بله سجاد جان سلام علیکم. سلام. و همچنان به آقای شفیع عیار سلام. سلام به شما. بفرمایید. از لندن. بله. نعیم جان چی حال داریم بفرمایید. الحمدلله. مرا یک دفعه تلفن ما قطع کرده بودید، دیده شب کسی مرا گفتم که تلفن تا قطع کرد. قطع کرده بودم نعیم جان. خب ما یک ببینین ما بار که زنگ میزنم و با هیچ کس تو پیروی هیچ کس نیست، ما چی که در فکر ما گشت که نمی درست نیست، ما اونم او را میگم ولو خانم سیمین عمر باشه، شفیع عیار باشه، مسکینی عیار صاحب، خود شما با شما احترام خاص قائل هستم سجاد جان. مگر ببینین آقای شفیع عیار برادر پیشترم، ما یک ذره چاپلوسی هم یاد ندارم، ببخشین که باز باعث از این نشه که ما تلفن ما قطع شوه، همین که میگم السلام علیکم یعنی سلام بر امیر دوی شما، این همین به نظر ما کافی است که وقتتان دیگه نگیرم، چون یک جمع عربی بله است که جمع اردوی شما را میگیره. بر صورت شما بسیار سوال های زنده میکنین و بسیار سوال میکنین که یعنی خوب می باشه، مگر آقای شفیع عیار آن پوینت نمی باشه. ببینین وقتی که آن پوینت آدم نبود همین گدوادیا صورت می گیره در مباحثات بین افغان ها. یک چیز سوال میکنی یک موضوعات دیگه میای طول میکشه و بالاخره نتیجه گرفتن نمیتونیم. من یک چند وقت در اینجا لا میخوندم یک مضمون که با امو مجار ما چی داشت لا بود، مثلا یک چیز را یک قانوندان وقتی یک خوب قانوندان است که یک چیز را پریسایز و کامپرهنسیو بگوه، یعنی یک بنده که بسیار خرد باشه و او همه چیز را در بر بگیره، بعد شما میبینه نتانی دارین در به اونجا شما میگین ما سال سترا داره و بعد اولا انترپرت میشه. پیشتر شما گفتین یک وقتی که یک تاریخ کسی نوشته میکنه من میتونم تاریخ بر به فارسی بخونم بعد از اون نتیجام بگیرم شاید کمتون، مگر من باید به یونیورسیتی برم کنجا برای من یک پروفیسور یا یک کسی که اونجا استاد صورت تشریح کنه؟ بسیار یک سوال خوب جانانه که شفیع عیار متاسفانه مطابق آن پوینت نگم. وقتی که ما قرآن میخوانیم ببینین کلام خداوند است که پیشتر اقرار کرد، پس اینجا تفاسیر ضرورت است، پس اینجا حدیثی که مطابقت به قرآن باشه ضرورت است. صحیح است که احادیث غلط، احادیث در بعد از 200 سال جور شد که در اونا 600 هزار حدیث بود که بخاری 4000 شگرف کمی خودش نمایندگی از فابریکیشن یا تقلب احادیث میکنه، مگر اترام نمیشه که تمام احادیث ما یک جا بگذاریم و همیشه به افغانای ما بگویم برادر خودت به قرآن رجوع کو، برادر اطور نمیشه که ما مثلا یک چیز رو میگن که you owe a duty of care to your neighbor، در قانون انگلیس هست میگه از برای همسایتان duty of care شما باید داشته باشید. خب کسی میخیزه میگه برادر اگه او مریض بود ما برم دوام برش بیارم او رو در پشت خدا میسو، نه برادر اطور نیست. وقتی که یک جای میکنی سوال شد کی این نیبر ما کی هست، گفت نیبر او کسی هست که با کردن کارت متضرر میشه و با اون نو کردن متضرر میشه. پس اینمی نعیم جان باشین، اگر سوال جواب کنین بیتر تر شاید بوده باشه.
صبر کنین که آقای عیار چی میگن. شما هم عین کار کردین، همین قسمت که انتقاد کردین در واقع هم عین کار خودتان هم انجام دادین، این مسئله را به می تشریح کردین تقریبا گم ساختینش. اما ما در اینجا برای یک ساعت یا دو ساعت که آمدیم که در واقع زیاد بر عزیز که خودم معرفی کنیم، یک سلام بگویم، به سوالا کوتاه جواب بدم. تشریح اسلام ما در یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت نمیتونم. شما اگر سعی کنین، ما 100 چند برنامه در یوتیوب دارم که حداقل 70 80 برنامه ازی در سر این موضوعات است. مثلا ما حضور تشریح کردیم در یک ساعت. شما ببینین یک مسئله بسیار خورده، ما اینقدر وقت کار دارم به خاطر از اینکه قرآن خودش چندین صد صفحه است، مثل از او باز تنها قرآن نیست، در سر تاریخ اسلام، در زمان پیغمبر، پیش از او، بعد از او، کل از این چیزها را که وقتی که شما میاین و سوالای مختلف میشه، شما کوششتان را میکنین که با مو اندازه که ممکن است یک مسئله را بتانین مطرح بکنین، حل بکنین. ولی اگر شما در یک محاکمه میرین، منعیس یک کسی که لا خواندین، شما میبینین که یک محاکمه چندین روز، چند هفته، حتی میتونه چند ماه دوام بکنه. برای چی؟ برای از این که شما get to the point کده نمیتونین در یک ساعت. در میجه یکان کیس هایی هسته که به ماها بلکه به سالها رفته. اینال شما از ما... یا میتونم که از نفری که مجرم است بسیار زیاد سوال کنه، مگر مجرم ما قضیه نداره که غیر از آن یعنی یا اون چیز کتونی میخواد زیادتر از بگه. نعیم جان شما ببخشید، یه چیز ما میخوایم بگویم دی نمیجا که وقتی که لاود اسپیکر چالان میباشه تلفن یک طرفه میباشه، ما صدای شما رو نمیشنم، به او خاطر ما بی ادب نیستم که ادامه بتون با گپ خود، مگر ما صدای شما رو نمیشنم چون تلفن یک طرفه میباشه. اگر شما آن پوینت جوان جواب بگوین مختصرتر میشه نسبت به اینکه از یک شاخه به دیگه شاخه بپرین. تشکر. تشکر، بسیار لطف کردین. شما اگر در آینده یا شب که دوباره برنامه تکرار میشه ببینین که ما برای شما چی تشریح کردم و اینمی مسائل را که گپ ما میزنم، حداقل 100 برنامه دیگه ما باید در تلویزیون بانم. ما کمتر سوالا را میتونم که آن پوینت در 2 دقیقه تشریح کنم. این مسائل است که به سالها، و آقای پیشتر از اسلام معلومات داشت، گفت که این سواله که ما میکنم برای ازی که ما شما سر ازی گپ بزنیم، ما میفهم که جواب ازی بسیار دراز است. او میفهمید که ما آن پوینت شده نمیتونم در 1 دقیقه. بیننده عزیز بری خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام برادر عزیز، از کجا زنگ میزنید؟ خدا معرفی کنه. جان من اسم امیر است، ما شما را از بیروت از ما دادیم. سلام جدا برام با آقای شفیع یار میخوام بگم. سلام به شما، بفرمایید. یک چیزی میخوام که ما بگویم که آقای شفیع یار اصلا ما تو شفتن نمیشناسم، اما یک چیزی گفتم میتونم دربارشون که هر چیزی که صحبت میکنه یا چیزی که میگه از قرآن پاک است. به این ما یقین دارم و ما خودم البته قریستم و بعد خویشان همیشان درست دستک و از بیندگاهی که البته در این موضوع یا در این اپک معلومات ندارن لطفا زنگ ندارن. تشکر، لطف کردین. شما میگن که میکروفون چون کدام پرابلم داره. بیرندی عزیز بفرمایین، از کجا زنگ میزنین؟ خواهش میکنم. امیر ما یک تشکر میکنم. من شما رو چی نکنم؟ قطع نکنم؟ قطع نکنیم فواد جان، سجاد جانی و سوی پناهات میکنم. آقای پناه بفرمایین، چون بسیار اینجا زنگ آمد مجبور بودم که نمبر شما رو بگیرم. میگن که میکروفون شما به درست شد، میگن به پرابلم امروز قدر با آمدن شما این میکروفون ها پرابلم پیدا کرد. امی هر اکویپنت تان که خراب است سر ما پرتنش در اینجا بذار. آقای عیار عزیز در اینجا میگن اینجا سعی شد؟ نی در کرتی تان بذارین، در اینجا کرتی نی در کرتی بذارین مثل که مزدی آه پایین یک ذره پایین آقای پناه عزیز سلام به شما، چی حال دارین؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما خواهر عزیز قربانتان بفرمایید و باشکو و برای مهمانتان آقای عیار سلام و عرض احترام و ادب. تشکر صاحب، سلام به شما. محبت گرفتم یاد قرآن محبت. حضرت حافظ صاحب می فرمایند هر روز قرآن عزیز شما را مطالعه میکنم. من از آقای عیار یک تقاضا دارم، هر وقتی که یک چیزی راجع به حدیث میگن
حضرت غوث را آدم دستگیر مورد صوفیا و مردم ملما و یعنی مردم ملا و صوفی را دوست داره و او میگه که هر گفتاری که خلاف قرآن باشه او حضرت محمد صلی الله علیه و آله نگفته و نگفته و نمیگه ما او را قبول دارم. در این مورد ولی یک خواهش میکنم از این وقتی که راجع به یک حدیث گپ میزنن یا برای یک موضوع لطفا عربیش قرآن از اینشان آیاتش بخوانن و بگن که در کدام سوره و در کدام چیز است نمرهش بگن برام. یک و دوی دیگه آقای خراسانی از ورکت در تندور اسلام فقط میخواه که نان خود بزنه. ما مسلمان هستیم، ما ضرورت به کس نداریم، پدرهای ما مسلمان بوده، ما زور تفلی که بوده رفتیم داره. من میبینم که تعداد ملا صاحبان روز ساعت زیاد میشه و از کسایی که وعظ نصیحت ها میکنه زیاد میشه. من امیدوار هستم که وعظ نصیحت جا مطابق به قرآن عظیمشان باشه و هر چیز را که میگن لطفا اول عربیش را بگوین، بعد از او فارسیش را میتونن که بگوین. این منطق قرآنی را قبول میکنه و شما که یک خوار بسیار مسلمان و عزیز هستین که همیشه راجع به قرآن عظیمشان و گفتین که خدا حاضر است، من شما را به صفت یک مسلمان بسیار قطعی و بسیار صحیح میشناسم. امیدوار هستم که آقای عیار مدینه شو یک جای گپ میزدم، من گفتن آقای عیار گپ میزنه، من ندیده بودم ایشان، ولی خوب شد که دیده میشن. بازم میگم که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند و حقیقت را افسانه دادن. قرآن معظم از همه چیز آقای خراسانی اونجا گفته که خود خدا و گفت سوره الرحمن شریف بخونین، اونجا گفته ماتاب و آفتاب در مدار خود قرار دارند، مرض دو میخورند و به طول سال به طول قدر سال کسایی که نماندن ما را کسا بزرستان آماندن که اسلام پیش بره. من زیاد وقت تانا نمیگرم، امیدوار هستم که از این باد برای ما وقت داده شده که ما هم گپ خدا بزنیم. خدا حافظ ناصر شما. خدا حافظ آقای پناهی عزیز گل. شما میفهمین که آقای پناهی یکی از شاعرای بسیار زبردست ما هستن. چی یک دیوان دارن، یک کتابشان به می زخامت چی اشعار معقول نشته میکنن و یکی از فرنگی ما هستن. بفرمایید آقای پناه. معمولا وقتی که دیگه دوستا زنگ میزنن که اگه یک سوال دارن که میخواین مگه بزنم، اگه وا یک تشریح نیم ساعته بتن یا 10 دقیقه 5 دقیقه، ما او سوال از وا دیگه از پیش میره، چون تسلسل گفتار از وا تسلسل فکری ما را از دست میبره. اما یک چیزی که اهل حدیث میگه ایست که میگه کسایی که میخواه بسیار یک حجت دیگه از یک زاویه دیگه به حدیث بته ایست که میگه برادر ما هر حدیث خواه قبول نداریم، هر حدیثی که به قرآن سر میخوره اونمو درست از دیگهشه قبول نداریم. ما اتو میگم اگه به قرآن سر میخوره با فامیدی که اینمی به قرآن سر میخوره دیگه حاجت نیست که او را نگاه کنی، خب قرآن هست، از روی قرآن هم او را قبول کن.